یعنی از هنگامی که ما تمدن بزرگ ایلامیان را داشتیم که 700 بر اساس تقویم آریایی میترایی، ما امسال در سال 7759 آریایی میترایی هستیم. سند برای دوستانی که میخوان تقویم را داشته باشن، ایران7000.com، ایران7000.com که برید تقویم 7000 ساله دارید. از 7700 سال پیش که ما تمدن ایلامیان رو داشتیم، دسیسه های بسیاری برای نابودی فرهنگ و تمدن ایرانی دست به کار شد. ایلامیان همون ایرانیان هست، همون آریاییان هست که این واژه ها در طول تاریخ تغییر یافته به خاطر لهجه های بسیار. از همان موقع وعده داده میشه، تلاش میشه، جنگ ها میشه که ایران رو نابودش کنه. در کتاب عهد عتیق مطلب و مبحثی داره که خدا خواست که این دولت ایرانیان نابود بشه و خواهد شد، و بعد تا به امروز با برنامه، یعنی اینو خوب گوش کنید، این سخن سیاوش اوستا جدید هست، با برنامه از همون 7000 سال پیش بیشتر اینا برنامه ریزی کردن که ما رو نابود کنن تا به امروز. تا 1400 سال پیش اندیشه ها و تفکرهای دیگه بود برای نابودی ایران، چنانچه همه میدونن مثلا تمدن ایلامی که 3200 سال بر جهان حکومت کرده و در عهد عتیق وقتی که ازش یاد میشه میگه بر بیش از 130 کشور حکومت میکرد، این ایلامیان اصلا از تاریخ محو میشه. هیچ مورخی، هیچ تاریخدانی در موردش سخن نمیگه. میگفتن بین النهرین، حکومت بین النهرین، یا میگفتن حکومت مزوپوتامی میگوین، یا بین میان درود دجله و فرات که سرزمین های اون موقع سوریه، ایران، ترکیه و دیگر بخشایی که الان وجود داره رو اینو شامل میشه. وقتی که ایلامیان نابود میشن، تاریخ اینا رو هم پاک میکنن از توی تاریخ. ولی اخیرا داده های بسیاری در غرب هست و منتشر شده که از گذشته ما، از تاریخ 7000 ساله ایلامیان صحبت کن. پس اونا با برنامه ریزی برای نبرد با ما آمدن. اینها آمدن دیگه، وارد مبحثی کلیش نمیخوام بشم که ریز بر بشمارم برای شما مهربان یاران که چگونه اینها دولت های ما را از بین بردن. و بعد فقط هخامنشیان ما میگیم دولت شاهنشاهی، نه، هخامنشیان که 2700 سال پیش بود، پیش از اون ایلامیان بود. و یادتون نره دیگر بار همین در شوش و در مناطق خوزستان و عراق کنونی، عراق عراق ایرانک بوده، بخشی از خراسان بزرگ بوده که تا کافرستان، نورستان کنونی در افغانستان میرفته، مناطق بزرگی رو در بر میگرفته. متوجه میشین؟ ایران خیلی بزرگ بوده، عرب خیلی کوچک بوده. عرب در شبه جزیره عربی میزیسته است، در مکه و مدینه و همش، ام القرا در قرآن ازش یاد رفت. بعد یه قبایل بودن که مهاجرت میکنن، قبیله یعنی چند صد نفر، که در جاهای دیگه مثل یمن و جاهای دیگه زندگی میکنن. امپراتوری هم میشه امپراتوری بزرگ آریایی ایرانی بوده. حتی کعبه کنونی در مکه، چنانچه من در کتاب آیین اوستا 30 و خورده سال پیش نوشتم و ثابت کردم، کعبه محمد که یک بتخانه بوده، قبلش فاحشه خونه بوده و به یک مشک شراب قص ابن کلاب جد پنجم محمد اونو میخره و خودش قصه ای داره، توش بتاره نگه میداشتن. اونجا اصلش یک آتشگاه ایرانی بوده با عنوان بیت الزحل، خانه کیوان، شهرستانی و مورخین دیگه یاد کردن. خب کعبه هم که حتی یک آتشگاه ایرانی بود، ایرانی که ترک میکنن اونجا رو، اینا میگن میکنن فکر کنن طلا جواهر چیز بوده که شب روشن میشده، نه آتشگاه بوده، بعد میکنن بتخونه خودش. تا آمدن اسلام
نبرد و درگیری با فرهنگ و تمدن ایران به گناه دیگه بوده، چنانچه میدونید اشکانیان، مادها، هخامنشیان، اینها همیشه با توطئه های بیگانه که نفوذ میکردن در داخل توأم بود. تا اینکه اسلام، چون پرسش مهربان یاران از اسلام بود، اسلام اصلا پایه وقتی میگیره، شکل میگیره، وقتی درست میشه، در راستای همین زدیت و نابودی فرهنگ و تمدن آریایی ایرانی است. عراق عرض کردم بهتون ایرانک کوچک هست، بغداد واژه پارسی است، نینوا و خیلی شهرهای دیگه ای که عبا اینا که ما داریم اونجا در عراق، همینا واژه های و نام های پارسی است. به اینها پیش از این تمدن های بسیاری رو داشتن، از جمله تمدن همین ایرانیانی که عرض کردم اون منطقه. در اون منطقه وقتی که این تمدن ها بوده عزیزان من، جنگ هم بین دو ابرقدرت بزرگ جهان بوده. دو ابرقدرت بزرگ جهان اون موقع ایران بوده و روم، دو تا با هم می جنگیدن و با چلک و توته و نیرنگ هم علیه هم دیگه به کار می بردن. به خاطر همین که در شاهنامه جای دیگه می خونید که همیشه کسی مشکلی داشته می رفته پرنده می شده به روم یا کشورهایی که تحت استعمار روم بوده، میدونید که کشورهایی هم بوده که تحت استعمار روم بوده، کنار ما بودن و چه میکردن و چه میکردن. اسلام شکل گیری اولیش و اصلیش اصلا برای نابودی دوباره ایران هست. روم، شما برای اینکه ببینیم واقعا روم نقش بسیار مهمی داشته در ساختن اسلام، اول از خود محمد بایستی شروع کنید. محمد چون کارماندار خدیجه است، سفرهای بسیاری میکنه به خارج، چه به جزیره عربی. ما داریم در تاریخ، خود آخوندان بارها گفتن و میگن که وقتی به شهر بصرا میرسه، به جای دیگه میرسه، کلیسا ازش استقبال میکنه و کلیسا وعده میده که به این جوان خوشگل خوشتیب ناجی میشه، رهبر میشه، چه میشه. اینا هست، اینا هست خوندید. جدای از اون، وقتی که شروع میکنه از بعد از 40 سالگی خودش، اون جنبش خودش رو به اصطلاح بت‌پرستی رو میذاره کنار، چون بت‌پرست بوده، دور کعبه چنان که همه گفتن ایشون میچرخیده، بت‌خانه رو ستایش میکرده، و بعد ایشون تلاش های بسیار میکنه بعد از اینکه با خانم خدیجه که دختر عموشه، ولی یادتون نره هر دوی اینها تبار یهودی دارن، چون محمد از تبار ابراهیم است، از اسماعیل، خدیجه از تبار اسحاق هست از ابراهیم، ولی در اون منطقه بخاطر اینکه با یهودی ها زدیت داشتن، اینا با در قلعه ها زندگی میکردن و خدیجه ثروتش برای که افتوشی میگفته من مسیحی هم، و اینکه خود عیسی مسیح هم برای نجات و ناجی قوم یهود هست که از میان خود یهود برمیخیزه. خود اونم قصه ای داره که توسط ایرانی ها تحریک میشه، تشویق میشه و امکانات در اختیار عیسی مسیح گذاشته میشه که علیه روم کار بکنه و کارم میکنه و پا میشه میگه من ناجی قوم یهود هستم، از بردگی یک اسپارتاکوس خود عیسی، یک موسی هست. اما اینجا شما این داشته باشید که وقتی که محمد پس از این که با خدیجه ازدواج میکنه، سفرهای زیادی داشته، تو سفرهاش مذاکرات زیادی با کلیسا و این برابر داشته، با تشکیلات، با سازمان، با حزبی که اون موقع در جان حاکم بوده آشنا میشه، آغاز کار تشکیلاتی شده است. نکته ای که سیاوش اوستا مطرح کرده امروز اینجا تاکید میکنم اون اینه، جهان مثل تو نیست خواهرم، برادرم، جهان با نظم، با ترتیب و با تشکیلات پیش میره. شماها، ماها دیپلم رو میگرفتیم یا میگیرید، آدم نمیدونه میخواد چی کاره بشه، میخواد ببینم چه رشته قبول بشم. نه ما میدونیم نه پدر مادرها، اما خانواده هایی هستند که از کودکی 2-3 سالگی فرزندان خودشون با تشکیلات آموزش میدن. همون هم هستن که در طول تاریخ بر جهان حاکم بودن، حکومت کردن در طول تاریخ. در اسلام این مسئله وجود نداره. حالا این پرانتز بایستی تحقیق کنم که تشکیلات میاد اسلام را میدارد و این تشکیلات هم پنهان بوده، تا الان هم پنهانه، برای همینه که ایران رو دور نابودتر شده. نقشه شیر بون بزرگی قبول، شیر بون بزرگی های کوچیک 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 شده که در حالا تا چند وقت بوده میشه موش.
چرا؟ چون دشمن ما با تشکیلات با برنامه ریزی کار میکنه، واسه میدونیم تشکیلات یعنی چی، واسه میدونیم برنامه ریزی یعنی چی. حالا اون موقع هم با برنامه ریزی و با تشکیلات میان میسنجن ببینن الان چه کسی میتونه کاری بکنه علیه ایران روم، و میبینه این محمد هست، چون سفرهای زیادی هم داشته برای کاروان خدیجه، آموزش هایی هم دیده، این رو وقتی برگزیده میشه روش کار میکنه. ولی یادتون نره بر اساس آیات قرآن میگه ولست انت به مجنون. محمد اول میخواد مجنون بشه، مجنون دیوانه نه، محبور میشه به زبان تازی دیوانه. مجنون یعنی جنگیر. تا به امروز جنگیری یک حالت پزشکی داره، بچه ها در هنگامه بلوغ خودشون دختر یا پسر یک مشکلاتی دارن که میگن جن واردش شده، قدیم هم میگفتن. محمد میخواد جنگیر بشه، جن از بدن مردم در بیاره. در مشاورانش که قرآن کار خودش و مشاورانش هست میگن لست انت به مجنون. میخواد شاعر بشه، میره بازار عکاظ، بعد خدیجهش میگه تو شاعر نیستی. تا اینکه ایشون 4 مشاور درجه 1 و برجسته از 4 سوی جهان داره، و به برکت این 4 مشاور بزرگش و ثروتی که از خدیجه میبونه و تشویقی که خدیجه میکنه، ایشون میاره پیش نوفل پسر عموش که رهبر مسیحیان بوده، اونم در اصل به هر حال از تبار یهودی هستن همه، میبره اونجا و میگه که این رهبر مسیحیان بکن، نمیکنه، چون اونن خیلی بلند پرواز، خیلی بلند پرواز. خدیجه که میبینی ثروت هنگفت خدیجه برای ایشون میمونه، با این ثروت میره یک سری بربر رو میخره آزاد میکنه، و بعد 4 مشاور درجه 1 از 4 گوشه جهان داره. یکی بلال هست از حبشه. بلال فکر نکنید یک سیاست سوخته ایه همینجوری، بلال یک جنرال اتیوپیست که اسیر شده، برده شده، مثل همه برده محمد اینو میخره. صهیب هست، صهیب ریشش ریشه روم هست، غربی هست، میشه رفیقش. سلمان هست، از تاریخ و تمدن هزاران ساله پارسی فرار کرده، چون هی توطئه میکرده، هی خیانت میکرده، فرار کرده، میاد اونجا با محمد هم دست میشه. حمزه هست که حمزه عموی پیغمبر به اصطلاح اسلام هست، اما سفیر عرب بوده، یک آدم بوده که جهان دیده. محمد با این هسته اولیه مشاوران که میگن اصحاب، حزب خودش رو، تشکیلات خودش رو درست میکنه، و پس از این که یثرب رو راضی میکنه که دو قوم خزرج و دو قوم یهودی در از کلان با هم درگیری میداشتن و عبدالله ابن عبی میخواست شاه بشه، اینا میگن آقا از بیرون میاریم یکی هست اسمش محمد، دین ما هم قبول داره، او رو میاریم اینجا میکنیمش شاه. محمد رو دعوت میکنن که بره یثرب، علی رو جای خودش میخوابونه، فرار میکنه میره یثرب، توی یثرب تشکیلات چه میزنه و اسم اونجا میزنه سیته، شهر، مدینه، مدینه نامیست که میگه. از اونجا تشکیلات محمد شروع میشه و قدرت میگیره، و برای که قدرتش قوی بشه، پول بیشتری داشته باشه، سربازه بیشتری داشته باشه، بیش از 60 غزوه انجام میده. غزوه در زبان عرب یعنی راهزنی، حرب در زبان عرب یعنی جنگ. خود محمد هم نمیگه حرب، خود محمد هم میگه غزوات محمد، که بعدش غنیمت داره. غزواتی انجام میده، قلعه های بزرگ یهودی ها رو میگیره، میکشه، همون کاری که بعدن با ماها ایرونی ها میکنن، مردا رو میکشه، زنا رو اسیر میکنه، با چند تاشون خودش ازدواج میکنه، و چه و چه، یک اقتداری در منطقه به دست میاره. و این اقتداری که در منطقه به دست میاره آماده میکنه سپاهی رو که حمله کنن به ایران، ولی میفته خودشون میمیره. اما در قرآن که اصلی ترین کتاب مسلمان هست، سند محکمی به ما میده که اسلام ساخته و پرداخته روم هست ضد ایران. در قرآن شما سوره روم رو دارید، سوره روم رو دارید، میتونید قرآن اگه دارید تو خونتون باز کنید بخونید. من عربی مثل پارسی زبان رو بلدم، کنم مثل فرانسوی و اینا، ولی برای شما پارسیش رو میخونم، و تازه ترجمه رو میخونم که ترجمه است که همه شاید تو خونه نگم که سیما شهرستا از خودش ترجمه کرد. من ترجمه عبدالحمید آیتی رو براتون میخونم از روی ترجمه سوره روم. میگه الف لام میم، رومیان مغلوب شدند
در نزدیک این سرزمین، یعنی از دست ایرانی‌ها شکست خوردن و پس از مغلوب شدن بار دیگر غالب خواهند شد. ببینید میگه شکست خوردن، ولی این یاد میگه که نه، اینا دوباره باز غالب میشن، پیروز میشن. حالا فقط این نیست که بگه غیبگویی داره میکنه، نه، ببینید آرزوی خودشه، دل خودشه، رویای خودشه، امید خودشه. میگه در مدت چند سال، میگه در مدت چند سال اینا بعد دوباره پیروز میشن ایرومیا. فرمان خداست. البته اینجا خدا میگه الله، الله. میدونید که الله رو من گفتم نوشتم در کتاب هام، روش بسیار بحث شده. استاد مسعود انصاری نازنینم به من گفت با یک مقاله تو من یک کتاب نوشتم، کتاب الله اکبر نوشته استاد مسعود انصاری دکتر لوشنگر، بخونید. الله خدا نیست، الله بت بزرگ قریش هست، اله هست که الف و لام بهش اضافه شده، ال اله شده الله، یعنی بت بزرگ قریش. خدا در زبان عرب یعنی رب. همینجا محمد اشتباه بزرگی کرده، میگه الله اکبر، یعنی این بت من، الله یعنی بت من، از بت‌های دیگه بزرگتره. وقتی میگه بزرگتر یعنی کوچکتر رو میپذیره، مثل که من میگم یارو علی اکبره، تو خونه‌شون یک علی اصغر هم هست، هر جا که علی اکبر هست حتما اونجا یک علی اصغر هست، یعنی علی بزرگه، علی کوچیکه. ولی محمد باید اینجا میگفت الله کبیرون، نگفته کبیرون، گفته اکبر، یعنی قبول کرده لات و العزا و منات الاخرى و بتای دیگر رو، که خود این همون جریان آیات شیطانی است که در خود قرآن هست، اینجا بهش نمیخوام بپردازم. خب پس میگه الله فرمان داده که ایران شکست بخوره. در ادامهش چه پیش از پیروزی و چه بعد از آن و در آن روز مؤمنان شادمان خواهند شد. مسلمونا منظورشه و مؤمنین، اونایی که به الله معتقدن دیگه، به هر حال همونایی که اصحاب کتاب هستن، تازیان. میگه اون روز اینا آخه به تو که تو عربستان کنونی، عربستان سعودی کنونی چه به جزیره نشستی، به تو چه ربطی داره که ایران شکست بخوره که خوشحال میشی؟ پس یک حسابی تو کتاب هست. پس خوشحالی اینها در شبه جزیره عربی از شکست ایران به دست روم که در قرآن اینجور واضح اومده دلیلی داره. میگه بیاری الله، الله هر کس را که بخواهد یاری میکند، زیرا پیروزمند و مهربان است. میگه الله خلاصه خوشحال میشه از این کار که ایرانی ها شکست بخورن. خدا وعده داده است. ببینید همون وعده که بهتون گفتم تو کتاب های سابق دینی صحراگردان داده شده بود که ایلامیان باید نابود بشه، الان ایلامیان نیست، الان یزدگرده، باز اینم باید نابود بشه و وعده خود خلاف نخواهد کرد. ولی بیشتر مردم نمیدانن، تا به امروز مردم نمیدانن، همه نادان هستن. کی اینا رو میدونه؟ همه پرستنده سادات تازی حاکم بر ایران هستن. تا الان رهبرتون تازی است، سید، رئیس جمهورتون میشه سید تازی. تازی اونم که در رقابتش دارن براتون درست میکنن، در رقابت مشتبه هم الان دارن حسن خمینی رو درست میکنن با سید و سادات، کسانی که چه به سر ملت ایران آوردن. در اینجا یک نکته دیگه بگم پیش از اینکه به پرسش های بعدی بپردازیم، اون اینه که محمد جد بزرگی داره که این جد بزرگش دو تا بچه میاره، که این دو تا بچه یعنی عبدمناف دو تا بچه میاره به نام هاشم و ابن شمس. این دو تا وقتی مزایش پیدا میکنن دوغولای هم چسبیدن، اینا رو با شمشیر جدا میکنن، خون وسطشون میاد. مورخین عرب نوشتن، در تاریخ نوشتن که این خونی که بین این دو تا هست تا الان ادامه داره. یعنی الان همه دعوایی که میبینید تو کشور اسلامی هست، تو ایران خود ما هست، دعوای خود قبیله قریش، با هم قبیله قریش، سادات اون یکی با این سادات. همین الان دعوای خاتمی، محمد خاتمی یه سادات با خامنه یه سادات دیگه. همین الان دعوای حسن خمینی شروع میشه، از این بعد خواهید دید با مجتبی خامنه‌ای، این دعوای خود ایناست. در طول تاریخ هم همینطور بوده این سادات. البته یک روایت دیگه هم هست، اون روایت اینه که میگن هاشم، چون بچه های هاشم هم هستن که سیدای ایرونن، میگن سادات بوده. بچه های عبد شمس رو، ابن اون برده شمس رو میگن، چون یک بچه ای رو خوشگل بود، اهل روم بود، بهش داده بودن و اون بچه شد، چون بچه نمی آورد عبد شمس و اون اهل روم بود،
اون امیه است، بنی امیه رو میسازه، بنی امیه. برای همین این درگیر بین اینا هست، بنی امیه با بنی عباس، عباسیان اونا رو سرنگون میکنن به برکت البته ابو مسلم خراسانی و غیره و غیره. این خونی که در میان اونا پس از اسلام هم واقع میشه، خونش از من و توی ایرانی داده شده است و میدم، و من ابله نادان، منی که واقعا تا به امروز نادان و ابله هستم، از هیتلر خودمون قدردانی و ستایش میکنیم و نام فرزندانمون رو میذاریم کسایی که خودشون گفتن، من نمیگم، جویبار خون در ایران راه انداختن، تمام مردهای شهرها رو کشتن، به زنا تجاوز کردن، بردن تو حرمسراشون که نسل رو پاک کنن و عرب کنن. سخن بسیار هست مهربان یاران، ولی میدونم پرسش ها چون بسیار هست به پرسش بعدی شما میپردازم. بله مهربان یاران، میدونید تأثیر متقابل داشته این دوتا تفکر و اندیشه، اما شوربختانه